قربون خمه، ای به قربون خمه، زلف سیاهت، زلف سیاهت. به قربون خمه، ای به قربون خمه، زلف سیاهت، زلف سیاهت. فدای آرزو، فدای آرزو، مانند ما، مانند ما. تو شاهی خیل مژگان ها سپاهی، تو شاهی خیل مژگان ها سپاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. داستان پیغمبر چه در زمان حیاتش چه حالا. الان ما در واقع درست دارم میگیم پیغمبر نیست، ولی نخیر، پیغمبر حیات ابدی داره. همین که ما نماز میخونیم، هیچ طلبات میفرستیم، اینا تهیه تهنیت و تحییت به پیغمبر. یکی از جنگ‌های جهات مشهور در صدر اسلام جنگ رده. رده یعنی مرتد، یعنی رد کرده دین اسلام. بعد از رحلت پیغمبر، خب داستاناشو میدونی، البته یه عده‌ای خب واقعا عمل اونها رو صحیح میدونستن، یعنی با نیت خالص و اسلامی میدونستن، به طوری که هنوز خبرش نیورده بودن که دفن جنازه اون حضرت خاتمه یا مشغول اونجا بودن. یه عده‌ای از مهاجرین، یه عده‌ای از انصار یا مهاجرین دعوت، یه عده‌ای نشستن گفتن که خب حالا که پیغمبر رفت دیگه، ما اینجا یه عده‌ای مهاجرین مکه که بعد از پیغمبر هجرت کردن اومدن، خودشون گروه خاصی بودن و خود اهل مدینه، اینها گروه مکه که در واقع رأس راه‌ظاهریشون ابوبکر بود پیرمرد، و در واقع اولین کسی بود که به قول اینها اسلام آورده بود. مثلا یادی از مرحوم آیت الله حاج سید رضا زنجانی بکنی، ایشون معتقد بود، میگفت که
ما بی خود میگیم که ابو بکر اول مسلمان نبود، یا این گفته اینا رو رد میکنیم. نخیر، ابو بکر اولین کسی بود که مسلمان شد. ما میگیم علی مسلمان بود، علی مسلمان بود، در فتوه و در قبول پیغمبر. بنابراین از این که بگذاریم، ابو بکر اولین مسلمان و این تعبیر واقعا به تبع شیعه بیشتر میکرده، جالبتره. همونجوری که بگیم، آیا میتونیم بگیم که اولین کسی که مسلمان شد محمد بود؟ نه، محمد اصلا اسلام بود، مسلمان نبود، اسلام بود محمد. علی هم همونطور. حالا به هر جد اونها گفتن یه مرتبه خوب داره در داستان ها که ابو بکر رو، یعنی عمر سیاست مداره که بود فهمید، دست ابو بکر گرفت رفتن که ببینن چه میگن. چون ابو میگن عمر دید که خیلی جار و جنجال بالا میره و دارن تفرقه میشه و حتی بالاخره به این رسیدن اون گروه امثال، اون گروه به این رسیدن که یه خلیفه ما داشته باشیم، یه خلیفه هم شما. یعنی از اول رسمیت هستید که خیلی عصبانی شده نگفتن نه، اسلام یکیست. و عمر دستش دراز کرد رو به ابو بکر رو، گفت برای این که اختلاف نیفته و این که تو پیرمرد قومی و اولی مسلمان، من به تو بیعت میکنم به خلافت. و دیگرون هم چیز کردن، بعدم راه افتاد، هر که مخالفت میکرد شمشیر حواله میداد. به این طریق خوب مسلمان، یه دی زیادی مسلمان شد. در اینجا یه عده‌ای گفتن نه خبر داشتن یا حضور داشتن یا برگر مطمئن بودن که پیغمبر علی رو تعیین فرمودن. گفتن نه ما بیعت نمی کنیم با برگر. تا اینجا غالبا همه طرفین حسن نیت داشتن، یه حسن نیت. همین حسن نیت هم بود که علی علیه السلام را در موضعی نشوند که بین این دوتا ایجاد اتفاق کنه و با اونها دارم نرم میداشت. حتی خوب بعضی هم اعتراض میکردن که چرا چیزیم چرا ساکت نشسته اینا، که یکی از این معترضین فقط که مورد چیز بود حضرت فاطمه علیه السلام، نه به عنوان اعتراض، به عنوان شهر. حضرت فاطمه تقریبا خب هم فرزند پیغمبر بود، هم همسر علی و هم از مسلمانان درجه اول با اون همه احادیث. و علی علیه السلام به این اعتراض همسرش یعنی حضرت فاطمه خب خیلی اهمیت داد و قبول چیز میکرد، برای اینکه حضرت رو فا
فاطمه رو مجاب کنه شاید به این منظورت یه مالی یه مرکوبی آباد اسبی یا غلام اینا حضرت فاطمه سوار شدن علی علیه السلام افسارش گرفت از رفتن جلو تک تک مسلمان ها در زدن مرد صاحب خانه که آمد خب دید دو نفری که واقعا اساس اسلام هست گفتن مگه تو نبودی در قضیه قدیر خوم گفت چرا گفتم پس چرتم گفت آخر ترسیدم که تفرقه بیفته هر جا رفتن اونا و بعد و من دیگه حالا بیعت کردم نفرمودن بیعتت بشکن با من بیعت کن ترک کردم و رفتم در این نکات ریزی که در داستان ها واقعیتش رو البته اول باید درک کنی و بعد در اون واقعیت فکر کنی اون سنت اونا نه سنت این چیزای ظاهری که در همه داستان ها همه جا رفتن برگشتن این در زمان اوائل وحدت حضرت پیغمبر مثلا که خداوند همین جور قسمت کرده بود حالا ما شکر گذاریم که ما را در اون طریق صراط المستقیم قرار داد بعد یه عده ای که یه خوده که مستقر شدن اینا و یه عده ای که چیز ندادن زکات ندادن زکار به منزله مالیات بود یعنی حکومت خرجی داشت اون خرج رو از راه چیز در زکار ندادن گفتن ما نمیدیم زکار یه عده ای گفتن که اینها زکات ندادن به خلیفه مسلمین یکی از اصول اسلام یعنی زکات رو فراموش کردن و رد کردن بنابراین اینا از اسلام رو رفتن بیرون و شدن اسمشون اهل رده چون مورخین مورخینی هستن که از اون نظریه هستن به همه اینا بینامت اهل رده یعنی اسلام رو رد کردن حالا که اینا نگفتن اسلام یه اختلافی ولی به هر جهت اونها حکومت آیا بگیم حکومت در اینجا ولی حکومت بود به لباس دینی فعلا اگر دین بود باید اینو و علی علیه السلام میسپردن و از حضرت تازم این اولین اعلانی بود که در واقع خلیفه مرد گفت اسلام یعنی من نگفت اسلام یعنی لا اله الا الله یعنی همه اونا را هم بگی فایده نداره اسلام یعنی من این اولین باری بود اولین قدمی بود که در تاریخ اسلام اون کسی که خانه افیدا
منتها در اینجا علی علیه السلام چون به نظرم در اونها یه رگه از حسن نیت میدی و از زحمات اونا در راه اسلام در نظر میگیرد، اینجا صرف نظر کرد، این امر الهی بوده بنابرای این اولین قدمی است که گفته شد اسلام یعنی من. البته این به صورت ظاهر همچی حرفی گفته نشد، ولی عمل یعنی همین حرف. اگر غیر از این حرف باشه عمل اونو گفتن نمیدیم، به این چرا نمیدید محاکمه کنید که اینا آیا رد کردن اسلام یا نه. البته داستان کیه اون سردار اسلامی بود داخل این اولین باری بود و این درست نفوذ فکر بنی امیه بود که بعدها دیگه صریحا گفته شد. البته ما در حالا می نویسم در تاریخ علم حقوق از لوی چهاردهم میگن پادشاه فرانسه وزیر داراییش وزیری بود به نام نکر که اون خیلی مرد قانوندان و دقیق و چیزی بود، یک کار شاه گفته بود بکن نکر نه انجام نداد، پادشاه احضارش کرد بعد گفت چرا این کار انجام ندادی؟ گفت برن که مخالف قانون. گفت آخه من گفتم. گفت شما هم که بفرمایید مثلا مخالف قانون. عصبانی شد گفت قانون چیه؟ قانون یعنی من. این کلمه از روی چهاردهم در تاریخ مونده. خیلی خوب نخواستم اولین اشتباهی که در اسلام شد بگم، ولی عملا خود مسلمان ها خب یه عده‌ای گفتن اینو، یعنی عمل کردن در خلاف جهد. ولی به هر جهت سنگ اول چون اینجور چیز کردن این در تاریخ ادامه پیدا کرد و بنابرای عقیده بعضی از جامعه شناسان حتی میگن اقتضای جامعه اینه که یه اشتباهاتی از این قبیل انجام میشه. حالا به هر جهت حالا شده ما باید بفهمیم ما در این گروهی هستیم، ولی همون جور که علی علیه السلام بزرگان شیعه در اون وقت میگفتن شیعه علی، شیعه آل علی، از همون اول اینا مشخص بوده. همیشه این هم تذکر بوده. حالا ما انشاءالله منطقه به هیچ وجه تا خود علی علیه السلام بود اختلافی از این حیث نه. علی علیه السلام جنگ های سه تا جنگ عمده داشت. که در نتیجه همین جریان بود. در هیچ یک از این جنگ ها صحبت شیعه و سنی نبود. گفتن قشون آل علی، قشون آل
بنی امیه من. هم یه رده دعوت اسلام حالا این رد کردن یه عده‌ای از مسلمان ها یه عده‌ای دیگه رو رد کنم خود این صحیح نیست. قبول نکنم هر صرف دیگرون تفهم ولی هر دو بشنن با هم دو نفر شاید به یک عقیده رو. متاسفانه ما همین جامعه اسلامی به این مطلب مهم توجه نکردیم و بنابراین گرفتاری های زیادی بین برای همه ما فراهم شده. انشاءالله خداوند به همراه این رفع این گرفتاری ها دلهای مسلمین رو به هم نزدیک کنه. خدا اینجا دلم در پیش دل با سفر آسون بفرست که بیند بار دیگر روی دل بر روی دل دلم در پیش دلبر.